آقای اکبر. بله آقا. بیا اینجا. سویچو بگیر، ماشین رو سرویس کن، علی آقا میاد میبره. چشم آقا. خیابان آتشکده مؤسسه تجارتی سوخدم خدمت جناب مصطفی و آقای احسان مشرف، ایشان زحمت کشیده به خواهر عزیزم برسند. اتاق رئیسی میخوام. طبقه بالا. ای شیطون. اختیار دارید آقای رئیس. حسن برای میخرم. فوراً اقدام شود. یعنی چه؟ کی به تو گفت بیای تو؟ سلام. اینجا کاروان سراست؟ چرا بدون اجازه شدی؟ آی پسر بیا ببینم. سلام آرما. کدوم گوری بودی؟ چرا گذاشتی این داخل بشه؟ احمق! زود باش بیرونش کن. آقا بفرمید بیرون. آقا بفرمید بیرون خواهش کنم. بذار ببینم کاغذ باید بدم آقای رئیس. کاغذ کدومه؟ باشه بعد بعد بعد. آقا به شما گفتم بفرمایید بیرون. چی را باشه بد 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 بد؟ کاغذ مربوط به خود شماست. لا اله الا الله. لابد تقاضای کاره. بگی بیار ببینم. تقاضای کار نیست. اتفاقا خیلی به موقع اومدی، چون فردا بعد از ظهر منیجه برادرزادم وارد میشه و تو باید به استقبال نامزدت بری. بنده به استقبال نامزدم برم؟ بله بله. توی این کاغذی که پدرت برای عمت نوشته سفارش تو رو خیلی کرده، اما دیگه لازم به سفارش نیست. آخه میدونی من و برادرم 15 سال بود که با هم قهر بودیم. حالا که اون به رحمت خدا رفته، وظیفه منه که دخترش رو به یک جوان شایسته ای مثل تو گوهر بدم. چون شهر شلوغه و ایجی گل میگلا کمین کردن که این جوجه کفترا رو بقاپن. اما آخه من حالا موقع این حرفا نیست، وقت زیاده. الو توی مژده بده جواد جون اومده. آره جون تو صاحب کن باز میخواد صحبت کنه. بلند شو با عمت حرف بزن. بلند شو دیگه. با عمم حرف بزنم؟ آره دیگه. چی بگم؟ باش حرف بزن. بگو من اومدم. عمه جون سلام. من اومدم. وای الهی عمه به قربونت بره. کی اومدی؟ بله نه خیر. بله بله بله. خیلی خوش آمدی، من منتظرت بودم. زودتر بیا ببینمه. یادت نره. نه خیر. خب خدا حافظ، بعد هم دیگه رو میبینی. راستی گوش کن، من شام نمیام. آره کمیسیون دارم. خب تو باید بری حمام و سلمونی لباس و نو بپوشی. راستی یه حواله 1000 تومانی برات می نویسم که بی پول نباشی تا بعد.
پسر صبر کن. بیا جانم. ضمناً بد نیست که یه سری هم به خونه خودت بزنی. خونه خودم؟ بله دیگه. من برای اینکه راحت باشی یکی از ساختمان‌های نوساز خودم رو برات خالی کردم. فردا صبح من برات کلفت و آشپز میفرستم. خب خدا حافظ. آقا رو راهنمایی کن به صندوق. خدا جان به سلامت. ببخشید. شما گفتم که میگیرم اجازه میگی دریس؟ کی به تو گفت بیای تو؟ مگه اینجا طبیعت؟ اجازه میدید خودم رو پرزنت کنم؟ من که یک کاشی با شما داشتم. برو بیرون، میبینی که الان کمیسیون دارم. آخه من به تو میگم برو بیرون. آقا یقم رو بلکن بذار عرضم رو بکنم. برو بیرون گم شد. چیز عجیبیه. من چقدر از این جیگلو بدم میاد. نمیذارم به کارم برسم. آب بفرمه. اینجا منزل حضرت عالیست. بابا آقای جواد آقا. سلام علیکم. به 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 آقای جواد آقا، خیلی خیلی خوش اومدین، مشرف فرمودین. قدم دنبالای چشم. من خیلی مشتاق دیدارش ما بودم. الحمدلله دیدمتون. ماشالله به این قد و بالا، ماشالله. ملاحظه میفرماد چه باغ قشنگه، مثل بهشته، بهشت. آقا فرموده بودن که شما تشریف میارید. بندم منتظر جنابالی بودم. به به خدا رو شکر. بفرمایید از این طرف، بفرمایید، بفرمایید تو سالون، بفرمایید. از امروز ما دیگه زیر سایه آقا و البابی مثل جواد آقا هستیم. بله بس دیگه، من از آدم های پر حرف هیچ خوشم نمیاد. مربون میخواستم بگم که اگه ممکنه یه سفارشی راجع به اضافه حقوق من به آقا بکنین. هنوز اول بسم الله نشده توصیه میخوای؟ توصیه بازی هم یه مرضی برای شما شده. خیلی خوب، برات یه فکری میکنم. فعلا باید کار ندارم. کجاست؟ کتوشوی رویا کش خدمتون باشه؟ علی آقا شما رو پا تلفن میخوام. آنا اومدم. بله علی تویی؟ من محمود. گوش کن، برای من یه اتفاقی افتاده که حالا نمیتونم بگم. فردا صبح بیا خیابان آتشکده، مؤسسه تجارتی صبحدم. بگو با رئیس حسابداری کار دارم. خودم هم دیگه یادت نره ها. منتظرم. خدا حافظ. خب به بیچی همین که میبینی فعلا من موندم و این میز ریاست. بابا اینایی که تو میگی به خواب بیشتر شباهت داره. فعلا که در بیداری و منم به عنوان رئیس حسابداری پشت این میز نشستم. علی تو که میدونی من از دزدی و شارلاتانی بدم میاد. با اون که تحصیلاتم کافیه و میتونم با پارتی بازی و پشت هم اندازی به جاه و مقامی برسم، ولی ترجیح میدم روزی چند ساعت به عنوان کمکی پشت فرمون ماشین تو بشینم و زحمت بکشم و پول در بیارم. خدا هم نمیدونم با این حقوق بازی چیکار کنم. چیکار کنی؟ چه بهتر از این؟ مقام، پول، شخصیت، از همه بهتر. زن خوشگل و متمول، اتومبیل،
اینو میگن شانس و اقبال. آخه من این کاغذ رو دوشک ماشین پیدا کردم. اگه یک روز صاحب اصلیش پیدا شد و بیخی خیر منو گرفت و گفت چرا خودتو عوضی جا زدی، من چه خاکی به سرم بریزم؟ راستی که خیلی بی دست و پایی. آدمی که با یک تصادف کوچولو توی جاده ترقی افتاده و داره ساعتی 120 کیلومتر پر گاز میره که نباید این فکر بکنه. آخه جانم با سرعت 120 رفتن چپه شدن و پنچری هم داره. آخ دلم میخواست من جای تو بودم اون وقت میدیدی چه آتیشی میسوزوندم. عزیز من وقتی که دختر بعقد تو در آمد خونه و زندگی و اتومبیل صاحب شدی دیگه کیونه به تو حرفی بزنه؟ میدونی؟ اینجور شانس ها مثل یه تیکه تهدیک قرمز و پر روغنه. آه. اما چه کنم بعضی ها مثل تو از تهدیک خوششون نمیاد. برو بابا. روی دوشک ماشین من فرشته اقبال برای تو بی ارزه کارت ورودی بهش رو میگذاره. اون وقت من بدبخت باید پشت فرمون بشینم، بوق بزنم، گاز بدم، ترمز کنم، اول صبح 20 تومانی از مسافر بگیرم و 19 تومن پسش بدم، بعدم نمره سبقت و سرعت ازم بردارم. گاز میدم، بوق میزنم، ترمز میکنم، فحش و ناسزام از مسافر میشنوم. بهتر از این مقامه که عزا و حق بازی بهش برسم. نه این عمل شرافتمندانه نیست. من جواد آقا نیستم، من احمد قاسم آقام. خریت شاخدام نداره، برو فکر فرداد باش، واسه روز پیری پس اندازی بکن و الا این نون بخور نمیری که ما داریم کلاه مفاس معرکه است. زن میلیونر میدونی یعنی چی؟ یعنی پدر آدم، یعنی کس و کار آدم، یعنی زور آدم. این همون چیزی که همه دنبالش میگردن، همه آدم های عاقل. بسه بسه دیگه دیوونم کردی با این کنفرانس دادنت، مثل شیطون لعنتی تو گوشم میخونه. یعنی میگی تا آخر باید همینطور قلابی باشم؟ آره، پس چی؟ دخترم که تو رو بپسنده کار تمومه، دلک که میتونه تو رو از خری که سواری پیاده کنه. فعلا بیا بریم تا خونه و زندگیمو بهت نشون بدم. چه خونه ای؟ کله آدم سوت میکشه. نه بابا، جون من. بفرمایید. سلام قربان، میخواستم راجع به حساب‌های گذشته عرایضی عرض کنم. فعلا وقت ندارم. باشه بعد. بعد. چش قربان. نیست؟ نه خیر، بفرمایید. حالا شدی آدم کار کشته و 100% اداری. فعلا وقت ندارم. باشه بعد. بعد. این جمله‌ای که گفتی خیلی ریاست بابانه بود. حالا بیا ببین. این آقای مدیر مؤسسه عموی دختر است. سالهای سال با برادرش قهر بوده. حالا که یارو مرده به طمع ثروتش سرپرستی برادرزادش رو قبول کرده. خب بگو ببینم دیشب توی آپارتمان بهت خوش گذشت؟ جات خالی. وسط دوشک پرقو فرو رفته بود. بعد از مدت‌ها فهمیدم که چرا آدمای اعیان و پولدار به بالش پر او و لنگ جوجه اینقدر اهمیت میدن. خب من باید برم لباسام عوض کنم، یه دسته گلم بخرم، برم فرودگاه پیشواز نامزدم. سویچ بده من. باش تا من بیام. خدافظ. ببینم این دختره خواهر نداره؟ عجب اشتهایی داری. سب کن اول کار من درست بشه، بعد یه فکری بس تو بیکنم. یادت نره. ببخشید خانم، تاکسی نیست، یعنی ماره یکی از رفقه هاست، ازش آریه گرفتم. اگه ممکنه باید یه چیزی هم به من حاجت میدی آقای خانه. بونت برم. با من بود. Ha 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 ha!
اون عمه به قربونت بره. سلام. سلام؟ تصدقش این که ماهت برم الهی روشون سهزار باشالا دیگه چه بزار شده قربونت برم الهی باش مادر چقدر دلم مثلا تنگ شده بود قربونت برم بشین ببینم فامیلا خوبه قربونت برم بابا جونت خوبه همون سلامت هم من میخواستم حضورتون از کارم این میشون برم مادر اگر بدونی چقدر تعریف تو رو پیشوارم کردم دختره هم خوشگله هم پولدار از تو چه پنهون مغز اولاق به خوردش دادم تا حاضر شد تو رو رئیس حساب داری بکنه منو؟ آره قربونت برم آره. خب چیزی به اومدن تیاره نمونده پاشو بریم قربونت برم پاشو شوارم کمیسیون داره نمیتونه بیاد با این سر را دست گلم بخرم بیا قربونت برم پس چرا معطلی؟ آمدم خیابون بهاره برو سر اون کوچه لا اله الا الله بفرمی مرسی آقا من تو همین کوچه کار دارم چند دقیقه صبر کنید الان برمیگردم خانم من وقت ندارم باید برم این که دیگه ناز نداره خب پولشو میگیری آقا پول پیشکشتون نمیتونم صبر کنم باید صبر کنی اه سویچو کجا میبری وایسو ببینم ده عجب مکافاتی داریم او خانم کجا میری او مادمازل این چه کاریه زندگی مردم به هم میزنی لا اله الا الله بده من سویچ صاحب مرده رو با شما هستم او خانم مگه کری ببین کاشی 25 کدوم طرفی این که تازه کاشی یکه بله دیگه سیر از گشنه خبر نداره و سواره از پیاده بیا این ده تومانه بگی سوج صاحب مرده رو بده من برم پی کارم نمیخواد دل خرجی کنی جونم الحمدلله حاتم تایی سانیرم وای حالا دیگه اون روی سگم بالا میاد بس ببینم حواسمو پرت کردی اصلا چرا عوضی اومدم بح تازه عوضی تشریف آوردم ببین چطور منو منتر خودش کرده چقدر حرف میزنی به اندازه یک کتاب چلتوتی اون وقت میگم زناب پر حرفن بیچاره عوض این حرفا من زودتر به مقصد برسون من که نمیام خودتون تشریف ببرید نه یا خیال کرده کار نمیتونم برو اینم چجوری میری نمیام نه حالا مردم رو در و داغون کرد و دنده ها قاطی شد بسه بینم چه خبر که؟ برو گوشه بالایی بر شیطون حرومزاده لعنت خیلی هم سفگید آقا به قول مرا تیکی دیزی مثله Thank you very much مادمازل چه عجب شوفر متمدنی هم هستی بله اما یکا شما بوی از تمدن برده بودید خیال میکنید اسم این لوسبازی ها رو تمدن میذارن بلی که هنری نشد افسوس افسوس که شما هیچ چی سرتون نمیشه یعنی غم و غصه ندارید که به فکر همسال ماها باشید حالا مثلا چی شده؟ زمین به آسمون اومده؟ نه زمین به آسمون نیومده بلا به سر من نازل شده اومده بودم دست گل بخرم شما رسیدید دست گل به آب دادید حالا گل میخواستید چیکار؟ خواستم بذارم سر قبر پدرم خدا بیامرزتش خدا جد آباد شما رو هم رحمت کنه بلند شو خانم نشستی رو گل خرابش کردی ایوا حیوانا کی ور چروکیده شد بفرمایید اینم منفعت سرکارلیه سر این کوچه نگه دار حالا دیگه مرخصیم چی بد اخلاق آدم عقش میگیره بخند بخندم هی خوب شد با این کوچه هم نیست واش میخواد باشه میخواد نباشه بفرمایید پایین آقای با ادب یک زن تک تنها رو تو خیابون خلوت ول نمی‌کنم. بسیار خوب. الان میرم توی خیابون شلوغ پیادهتون می‌کنم. اما قرص بشین. اگه پیاده نشم؟ الو الو توجه بفرمایید. توجه بفرمایید. هواپیمای شیراز تا چند لحظه دیگر روی باند می‌نشیند. هواپیمای شیراز تا چند لحظه دیگر روی باند می‌نشیند.
خوبه منم ماشین میزنم به در و دیوار، پدر خودتو خودمو در میارم. بزن بریم، من دل و جیگر شیر دارم. همه جنینه؟ نمیدونم. منش جون توی مربونم برم نمیدونم. ماشی لور مربونم برم الهی. با برادر زنم آشنا بشی. خیلی خوشحالم. گلم بهش بده. مرسی. متشکرم. نمیدونی چقدر انتظار تو رو داشتم. بری مادر. بری مادر. مواظب باشی دیگه سبقت نگیری ولی مجبور میشی باز بیای پهلوی من. اینشالله دیگه شما رو نمیبینم. باز که تو اینجا نشستی؟ چی میخوای از جون من؟ بلم کن گشنمه نایلا رفتن ندارم.
یک نیمروی درست کردم که تا به حال به عمرت هم نخوردی. متشکرم. او چه خبرته؟ مگه از قحطی در اومدی؟ غذا خوردن آدابی داره. بفرمایید شما معلم اخلاقم هستین؟ اگه اجازه بفرمایید بله. این دستمال ببرم جلوی سینه‌ات. حالا غذاتو بخور. مرسی. راستی یادم رفت آقای رئیس تلفن بکنم. یه آخه باید بهش بگم که نتونستم بیام به فرودگاه. بیکاری؟ بیمیشین غذاتو بخور. نمیتونم غذا بخورم. چی بگم؟ الو؟ سلام قربان، بنده جواد. میخواستم عرض کنم که بله؟ آها، صحیح. بله بله، عجب. چشم قربان. عجیبه. اومدم بگم فرودگاه نرفتم، میگه شنیدم دخترها دیدی و پسندیدی. من چه دخترها دیدم؟ حتما ملاجش عیب داره. قضاتو بخور. تو که برای من چیزی نداشتی، همه قضاها رو خوردی، حتما چی بخورم؟ ایوا تموم شد. من خیال کردم مونده. پس لطفا بلند شید برید دستتون رو بشورید، بیایید بندرم به عنوان دسر میل کنید. غذاتون هم که خوردید تشریف ببرید. چه خبرته؟ بذار غذام تحلیل بره ببینم. تو نمیخوای بدونی که من کیم و اسمم چیه؟ اسمت بلا به من چه مربوطه؟ جز مردم آزاری هنر دیگه ای نداری. از کی تا حالا آقا قیبگو شدم؟ از وقتی که چشمم به جمال شما افتاده خانم. الحمدلله، همه با چشم بسته قیب میگن، آقا با چشم با. میترسم اگه شب بشه دیگه یواش یواش شما جلو پلاستونم همینجا پن کنی. اگه پن بکنم چطور میشه؟ ما جمع میکنی. نخیر، اینجا منطقه خطره، شما فقط بیتونید یه خواهش از من بکنید. چه خواهشی؟ شما رو در منزلتون برسونم. نخیر، اول هم بعدم اون تا خواب نشونم میدی. صحیح. پس گوش کنید خانم، من میتونم یه کار بکنم و اون اینه که در حیاتو به شما نشون بدم. معمولا اینجور ساختمانا حمام و اتاق خواب پهلوی همه. اتفاقا اشتباه میکنی، حمام ما تو کوچه است. وای چه دیگه دیوانه شدم. تازه خانم میخواد تمام تشریف ببر. پاشم برم الان خونه رو آب میندازه. چیکار میکنی؟ دارم حمومم. نفهمیدم. آخه جان من، مردم مثل این کار چی میذارن؟ هیچی. میگن یک آقای جنتلمن از یک خانم محترم یک شب تو خونش پذیرایی کرده. نخه، میگن یک دختر لوس و نونو رو از خود راضی تمام نقشه های این جوون بدبخت رو به هم زده. فهمیدی؟ بسیار خوب، ولی بدون صبح سهر آفتاب نداره باید زحمت کم کنی. تا فردا خدا بزرگه. چه بازیست داره بردی؟ دخترم، آی، 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 پدرتو درد میارم.
چطوری؟ زهر مار. شما کی هستین؟ آه علی تویی؟ ببینم کجا رفتی؟ من یه قرار نبود منتظر من باشی. گوش کن، یه اتفاق خوشمزه‌ای افتاده، بعدا برای تعریف میکنم. فعلا نمیتونم حرف بزنم. آره، خداحافظ. داشتم تعریف تو رو میکردم. مرسی عمه جان. آخه تو هم یه چیزی بگو. آخه چی بگم عمه جان؟ خب من میرم به کارام برسم. پس آقا، عمو جان چرا دیر کردن؟ نمیدونم والا، حتما کمیسیون داره. اما به هر حال برای شام میام. متاسفانه عمو جان، من نمیتونم شام با شما بخورم. چرا؟ برای اینکه باید بذارم گاراژ. چی؟ یعنی اینکه پاپام برام ماشین خریدن، باید برم گاراژ ببینم. بله، خدا حافظ. خدا حافظ عمو جان. من خیلی خوشحال هستم. الانه قلبم مثل موتور ماشین همچین پت پت میده. منم دلم خیلی شور میزنه. اصلا یه جوری هستم. اینوسی کردین با ماشین خودم میریم ماه عسل. پاره میذاریم رو گاز با سر. لا چه سر صدای سر انداختی نمیذاری بخوابم؟ صبح بخیر. صبح بخیر. چی کار میکنی؟ دارم صبحانه درست میکنم. ممکن است؟ آقا کلفت بیجیر و مواجب که دیگه اینقدر قرولون کردن نداره. واه واه واه، پناه بر خدا، یک مسونین زبون جوره. حالا بیمیشین صبحانه تو بخور. وای پشتر هم حرف میزنه. کلم خور. نامزدت خوشگله؟ به تو چه مربوطه؟ به علاوه هنوز ندیدنش. حتما خیلی بیریخته. به خودم میاد. عجب روی داره. زود باش خانم، زود باش، دست پاتو جمع کن برو بیرون که ممکنه پدر زنم سر برسه و واسه من خیلی خیلی بد بشه. یاد رو. من که نمیرم. هر کاری دلت میخواد بکن. چی؟ نمیری؟ عجب دور و زمونه شده. حالا دیگه زنا دنبال مردم موس موس میکنن. خوبه خوبه. آقا خیال میکنن از خوشگلی دست کازونوا رو از پشت بستن. به نظرم هنوز خودتو تو آینه ندیدی. ممکنه از شما بپرسم که از جون این مرد ایچ بیری چی میخوان؟ مگه اینجا مسافر خونه هست؟ نه خیر آقا، کاروان سرا. وای که دیوونه شد. بیا 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 یه خورده آب سرد بخور تا از عصبانیتت کاسته بشی. اگه گذاشت به کارم برسم؟ ببینم، مگه با آدم هایی بد اونوقی مثل تو هم کار میدن؟ پس خیال کردی که من سرعملم؟ من رئیس اداره کل حسابداری مؤسسه چی هستم؟ عجب، پس باید از آقا فاصله گرفت. ببخشید جناب آقای رئیس مؤسسه چیز، اگر جسارت شد معذرت میخوام. من باید برم. بفرمایید. نه خیر، رؤسا اول باید برن. بفرمایید. بلا بگیر. به بابا بسپارم که تو این خونه راست نگه. بابا گوش کن. سلام علیکم. این دختره دیگه توی خونه را نمیدی، فهمیدی؟ راش ندم؟ چرا؟ بد دهنی کرده، دستش کجه،
نیمروجه خوب درست بگونه که اوه چقدر پر حرفی میکنید که تو گفتم راش نده بگو چشم چشم یلا بفرمایید خدافظ به سلامت خوش آمدید یلا من که دارم میرم یلا خدافظ چی فرمودی؟ عرض کردم خدافظ دیگه این جواب پیدات نشا برو ضعفه یه شو بردی برای خودت پیدا اینجا آبای نرسی سلام آقای نقاش سلام نریکم گره گلاب حالتم چطوره؟ میخواستم اتاقای ما رو رنگ کنید چشم بیروی چشم من خانه اما کلید در تو حیات جا مونده این رو نورد بونه بذار تا من برم بالا در رو باز کنم چشم اطاعت میشه بفرمای تا اما قرص نگه داری یا چشم به به ایوا یادم رفت ما اتاقن کرده بودیم خیلی بخشیدا معذرت میخوام وای وای ای که خدا جوان مرگت کنه دختر اگر خوشگل نبودی یه چیزی بهشت میگفتم ای نام رفت تو برو خونه من دیگه با تو کاری ندارم چشم قربان خدا مرگم بده به رسیدم به خیر خانم کوچولو تو کی هستی؟ شما کی هستی؟ من خودمم خب منم خودمم نه من صاحب منم خدمتکار این خونه هستم صحیب بیا ببینم بسیار خوب جواد آقا کجاست؟ جواد آقا رفتن اداره پس تو تنهایی؟ بله تنهای تنها؟ تنهای تنها پسه شیطون پس بابا کجا؟ نگذارم اونم کار داشته رفته بیرون رفته بیرون پس چرا جواد آقا راجب تو به چیزی نگفته بود؟ آخه من همین امروز اومدم ده؟ اومدی؟ راستی چطوره؟ از این خونه خوشت میاد؟ بله آقا خونه خوبیه پس یک گلم به گلهای این باغ اضافه میشه به شرط که باغبونم زیاد بشه آخی ایبا نشستی؟ آره خسته شدم شما که با اتومبیل اومدی؟ درسته اما تا تو رو دیدم پاهم سوت شد کجا؟ میرم به کارام برسم چه کاری؟ این خونه که دیگه کاری نداره وایسا ببینم عزیز دلم یار خوشگلم آخه از جون من چی میخواد؟ تشنمه جیگرم داره میسوزه راه
راستی؟ آره. خب این که علاش داره. بفرمایی. مرسی خانم. آخی خونک شدم. بیا جونم، آبمه که خوردم، حالا این کاردو بگیر و سرم و گوش تا گوش ببر. بلم کنید آقا، همه کارا مونده. کدوم کارا؟ خودم تمرات انجام میدم. راست میگی؟ خیلی ممنون میشم. پس بی زحمت کتتو رو در بیاری؟ کتمو؟ چرا کتمو؟ در بیاری تو بهتون بگیر. چشم، ای به چشم، به روی چشم. این کلا رو سرتون بذاری؟ کلا رو؟ این پیشبندم ببندی تا دنبال من بیای. آخرش کلا رو سرم گذاشت. بعد معدن نمکه جلد خاله، هودوی توسکنده جلد خاله، تو دل برو جلل خاله، کلم پیچه جلل خاله. آخ این دختره کیه؟ چه میدونم؟ گرفت جواد آقا تونه. گرفت یه عروسک فرنگیه؟ به منم همینو میگم. حدشو آخه شکمم گنده شده، دکتر گفته کار بکنم تا شکمم کوچیک بشه. پس چرا برای من کار نمی کنی؟ آتش بود جونت بگیره. باشه نمیخوام جمع کنی، بابا خودش میاد جمع میکنه. بابا بیا اینجا برو بیرون. من به دستور شما نمیدم که به امر شما برم بیرون. برم بیرون از اینجا. عجب تو داری پرمی چی؟ به من هم دادر میاری؟ من الان هر که تو رو دارم نازم بیدارم این کلار نگوش کده پدر تو برم بیرم. چی؟ به من الان دادر میاری؟ چی؟ هر که تو رو دفت رازه نیم من اینطور عذیت بکنی آدین جون. جونه بگیرم پرالفه. شما بالا، من تمیش میکنم. بفرمید بالا، بفرمید بالا. آخه این چه کاری بود که کردی؟ آخه کلفت میخواستی؟ میخواستی بگیری زن پخته و ساخته باست بیار. آها. نه این ور پری داری داری که چوار بقید آمه جان بعده زشته. آتش به جونه. بفرمایید بالا، من خودم خودم. در منه در بودی. بفرمایید آمه جان، بفرمایید. ای آمه جان. بچه. ای آمه جان. ای های بای بیا. خب بگو ببینم تو کی هستی؟ اینجا چی میخوای؟ ریختت که به کلفتی نمیاد. فضل ماقو؟ ها؟ ای؟ باز که تو اینجایی؟ از جون من چی میخواد؟ پس خبر نداری، گند موضوع بالا آمده. راست بگی؟ بله. شوهر عمه جان با خانوم مشغول لاس زدن بودن که عمه جانم سر میرسن. بعد چی شد؟ هیچی، من یه طوری ماسمالیش کردم. ای که چه بلایی هستی تو. خب نپرسید که تو کی هستی؟ نه آخه منو میشناخ. تو رو میشنام؟ از کجا؟ راستش اینه که به شرط که نگی زرنگی کردی یا این یک تصادفی بود. موضوع از اینجا شروع شد که تو رفتی دست گل بخری و برگردی. تا اینجاشو که میدونم باقی شده بود. آره باقی شده بود. هیچی، من تنها موندم. عمه خانم آمد منو به جای تو عوضی گرفت، پشت سر هم منو بوسید. <تص->
بعد چی شد؟ بعد چی شد؟ هیچی. بعد با هم رفتیم فرودگاه به استقبال منیژه خانم. تو به چه حق این کار کردی؟ پس بگو آقا رو دست من بلند شده و خودش قلابی معرفی کرده. حالا مگه چی شده؟ خودت هم که قلابی هستی؟ من قلابی هستم، اما تو از من قلابی تری، احمق حقه باز. به منی؟ چی؟ بسیار خوب، من هم دیگه ملاحظه دوستی و رفاقت رو نمی کنم. اینو بگی، جل دست من نگی. بگی. چطوری؟ تو چطوری؟ اون دو نفر آقایونو بیارید. سلام علیکم. سلام. چیه؟ این دو نفر نزاع کردن. بدید اونجا بازجویی کنن. همسایه‌ها با تلفن به من خبر دادن که اون دو نفر با هم دعوا کردن. دیگه توی اون محل آبرو برای من باقی نمونده. ببین چه کارهایی دست من میدی؟ خوب میکنم. جواد جون حالت خوبه بادر جون؟ حواست کجا؟ جواد اینه. نه خیر آقا، من برادرزادم خیلی خوب میشناسمش. زن میگم اینه. مرد میگم اینه. عمه جان این از اون جلباز بروای خاک آجام بزرگه خودش جا زده. اگه دست من بهت رسید که کلت رو بزه گنجیش میکنم. هیچ خلش هم نمیتونی بکنی. میگم جواد جون. آقایون خواهش میکنم مواظب به حرکات خودتون باشید. ببینم جواد جون طوری که نشده مادر. باز میگه جواد جون. لا اله الا الله. میذاری دهنم بسته باشی یا نه؟ دردم خوفت و قباب. شاید باشی؟ به من توهین کرد. بفرمایید آقایون. بفرمایید این ورقه رو امضا کنید بعد برید. برو مادر جون امضا کن. برو. بیایید. امضا کنید. یانش. بریم مادر جون. بیا. چی بگم والا؟ شما بیایید. بفرمایید. به نگهبان دم در بگو آقایون آزادن برن. سرکار اینها مرخصن برن؟ بله بله برن برن. گفت شد باز این دختره مثل اسرائیل جلو چشمم سبز شد. گوش بده، این جار و جنجالت همشو من را انداختم. برای اینکه تو میخواستی با یک دختر خوشگل دارا ازدواج کنی من مانع شدم. به خدا عمدن این کارو نکردم. حالا از تو معذرت میخوام. از خودت معذرت بخوا که رود از سنگ پای قزوینم سفتره. هر جو بری دنبالت میرم. من میخوام برم درک اسفلی ساحلی. حتما جای خوبی. وقتی که تو خوشت بیاد لابد خوبه. خانم هرچی منو دست انداختی بسه دیگه. مفت و مسلم نزدیک بود شوهر دختر پولدار بشم که تو نداشتی. وقتی که عشق وجود نداشته باشه پول به چه درد میخوره؟ چرا میخوای سعادت خود تو با پول معاوضه کنی؟ به هر صورت من کوچیکتم، نوکرتم، دست از سرم بردار و برو. من میخوام با تو بیام، هر جا بری. صحبت سر اینه که من جا و مکانی ندارم. خودم هم نمیدونم کجا میرم. 15 سالی که دارم جون میکنم و زحمت میکشم، اما هنوز تو این چهار دیواری یک وجب زمین ندارم. اتاق که سهل لونه سگم ندارم. چه مانعی داره؟
ولی در عوض قلب من مال توه. نباید این حرفو به تو میزدم، ولی بالاخره یک روز میباید میفهمیدی که من تو رو دوست دارم. عاشق من شدی؟ عاشق یک جوان لات جلنبر؟ این همه آقا و آقازاده تو این شهر ریخته، تو هم که الحمدلله برا رود خوبه. برو برو فکر نون کن که خربازه آبه. من افتخار میکنم که مردی رو دوست داشته باشم و اون مرد توی یک چهاردیواری روی یک حسیر با من زندگی کنه. در عوض قلب پاک من و او کلبه محقر ما رو روشن میکنه. آه چی شد؟ گشنمه. من از تو گشنه ترم. ببین من پولی دو تا ساندویچ دارم. فعلا ببین چه هوای خوبیه. بهاره. بهار فصل عشق و امیده. اجلتا که بلا تکلیف هستی. ببینم تو نمیخوای بری خونه؟ کدوم خونه؟ من که گفتم تو این شهر کسی رو ندارم. ببینم تو چرا به خونت بر نمیگردی؟ نه دیگه نمیخوام به اون آپارتمان مجلل برگردم. تو که تا دیروز همه فکر و خیالت دنبال او بود، اما از امروز دیگه تو رو به هیچ قیمتی از دست نمیدم. فعلا باید یه فکری کنیم که از این سرگردونی نجات بده کنیم. همین سرگردونی هست که لذت داره. بدبختی و گرسنگی که لذت نداره. اون وقتا میگفتم که باید زنم از میون طبقات متوسط انتخاب کنم، اما حالا میبینم زن پول دارا وسیله ترقی مردمه. بنابراین بهتر اینطور خیال کنیم که
هرگز همدیگر رو ندیدیم. نه، تو باید همیشه با من باشی، برای اینکه من تو رو دوست دارم. ساعت ده و نیمه، سر ساعت سه و نیم تو راهن منتظر من باش. میخوای از این شهر بری؟ آره، میریم یه گوشه بی درد سر با هم زندگی میکنیم. تو راضی هستی؟ هر چی تو بخوای منم همونه میخوام. وقتی تو رو دارم انگار تمام دنیا مال منه. پس زودتر بریم. آقا بده من بیارم. لازم نیست، خودم میبرم. تاکسی زود داره برسون به راهن. بفرم والا. جمیر خانم همون شب سلطنه آجون چیزی نیب دو دقیقه سلام شانه یه استونم برم بالا. یاله بچه یاله بریم بالا، زود باشید. خانم یه خروس رو بگیری کنار، چشم چهار منو کور کرد. نداره بابا جون، خروس هم ده تا من خریدم. خوب خریدم؟ بله، ماشالله خروس نیست، شطور مرغه. خانم، خانم آقا رو جده اذیت نکنینا. وای، 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 این چیه؟ خورست من فراری داری؟ بیا ببینی خورست من فراری داری؟
بریم. بهتر خانم شما رضایت بدید. موضوع خیلی مهم نیست. نه خیر آقای رئیس، من خروسمو میخوام. اون قطار حرکت میکنه. تا چشمت کورشه، دندت نرشه. میخواستی خروس رو فراری ندید بی حیا. به من چه مربوطه؟ خروس صاحب مورد خودش فرار کرد. آره تو چرا دروغ میگی؟ به خیال رسیده؟ من جلی خانم بند انداز میگن نه برگ چغندر. خروس مرغ دیده رفته دنبال اونا. خلاصه اینو بدون قیمت خروس من 100 تومن. تو که گفتی 10 تومن خریدم. گوشت عوضی شنیده. 30 تومن یه پاپاسی کمتر ازت نمیگیرم. بسیار بیا این 30 تومن رو بگی دست از سر کچر من برده بده برم. دیگه که شکایتی از من نداری؟ نه خیر. خب بالاخره باشی که بله آقای رئیس، من آدم دلرحمی هستم. از 30 تومنی که بابت خروس از آقا گرفتید دلرحمی شما معلوم شد. بجد خانم یک رضایتنامه بنویسید. شما مرخصید. متشکرم. دیگه فرمایش نیم؟ این چه افتضاحیه؟ سرمایه مؤسسه از بین رفت، حیثیت من از بین رفت، همه چیز از بین رفت. به خدا همه تونه به روز سیاه میشونم. خب قربان صورت مجلس تمامه، همه باید امضا کنه. مانعی نداره آقا، همه امضا کنید، امضا کنید. فرمایشی نیست؟ با اجازه. خیلی ممنونم، بفرمایید. خدا حافظ. با شما هم دیگه کاری ندارم. بفرمایید. پسره احمق محض نمونه اسکناس یه تومانی هم باقی نذاشتی. خونسرد باشین جناب آقای رئیس، ایشالله پیدا میشه. کجا بودی؟ پولا کو؟ جوش نزنی، پولا اینجاست. خانم شما بفرمایید. پسر شوخی هم حدی داره. تو که من این عمر کردی، این چه لوس بازیه که در آوردی؟ میخوایی بدم طبق ماده الف از بند به پدر گرم؟ احمق. ببخشید اگه جسارت نیست، میخوام خدمتتون عرض کنم که احمق خود جنابعالی هستید که ندیده و نشناخته به هر کی از در رسید اعتماد میکنید. من از کجا میدونستم که تو قلابی هستی؟ بد کردم رئیس حساب دارید کردم؟ یه صحبت سر همین که نباید پستای حساس مخصوص نور چشمی ها باشه. باید هر کسی بدون پارتی بازی به هر مقامی که لیاقتشو داره برس. خفه شو. با این که از ریختت بدم میاد، اما مثل این که بد حرفایی نمیزنی. چه کنم آقا جون؟ آدم پاک و درستکار از کجا گیر بیارم؟ آدم پاک و درستکار فراوونه، منتها کسی اون بدبخت داره به بازی نمیگیره. خب از این حرفا بگذاریم. راستی هیچ میدونی که امروز جشن نامزدی منیژه بود؟ خیلی هم همدیگر دوست دارم. من خودم از سوراخ کلید دیدم که دختره داشت پسره رو ماچ میکرد. این چیزا به من مربوط نیست، فعلا اجازه فرمایید برم. کجا؟ خودمو به کلانتری معرفی کنم. نه نه، من تو رو بخشیدمه، تو باید همینجا سر کار خودت بمونی. پست ریاست به درد من نمیخوره. من اهل بند و بست و دروغ و تملق نیستم.
همون شغل شوفری رو به این کارا ترجیح میدم. لااقل قول بده که شب جشن عروسی منیژه بیای. سعی میکنم. خب خداحافظ. برو جونم. دست بچر بگیر نفته تو جوب. اونه شیکی دارن آن. اونه خیلی شیکی دارن. مرسی، متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم. خوب دید
زود باش کاغذ منو بده. کدوم کاغذ؟ همون کاغذی که توی تاکسی شما جا گذاشتم. پس تو اونی که 5000 کرایه دادی؟ زود بقیهش بده. بقیهش بده. جیگل گشنه. آه Thank you. تو اینجا چی کار میکنی؟ بگو ببینم کجا رفتی؟ مگه قول ندادی با من زندگی کنی؟ مگه نگفتی با همون زندگی ساده من میسازی؟ چرا ساکتی؟ چرا جواب نمیدی؟ پس تو هم زنی هستی مثل همه زنا. به من دروغ گفته بودی. اینطور خیال کن. آخه چطور شد که تغییر عقیده دادی؟ برای اینکه رفتار تو به کلی من مایوس کرد. من تو رو مرد شرافتمند میدونستم، اما... میدونم مقصودت اون پولا، اما باور کن که تا دینار آخرش رو به مدیر مؤسسه پس دادم. اگه قبول نمی‌کنی از خودش بپرس. ای، کجا در رفتی؟ کاغذم رو بده. ببخشید بدمزل. کاغذت اونجاست، پیش آقای داماده. با همون کاغذ دختره رو بهش دادن. صحیح. اما حالا دیگه کار از کار گذاشته. داد فریاد فایده نداره. مگه بنده میگذرم کوی شوهر امه بی پرنسیپ من ها؟ بله. سلام عرض میکنم شوهر امه جان. سلام آقا. چه افتایی افتایی میام خدا ارادت من. بله آقا. خواهش میکنم دکورشی نش. موضوع اینه که جواد منم و این پسر احمد قاسم آقا است. چطور؟ کی؟ تو برادرزاده منی؟ بله همه جان منم. معذرت میخوام، اجازه میفرمایید؟ کی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ ای خانم بدی. ببینم، میخواستم عرض کنم که منیشه منم و ایشونم عموی من هستم. عجب. پناه بر خدا. پس در این صورت همسر آینده بنده مدمزل هستم. خیلی مفتخرم. والا ما تا این ساعت پنیر تقلبی، روغن تقلبی، گوشت تقلبی دیده بودیم، ولی آدم تقلبی ندیده بودیم. تو اونم الحمدلله دیدی. خب دختر، این چه کاری بود که کردی؟ برای اینکه میخواستم شوهر آیندم خودم انتخاب بکنم و این کارم کردم. Thank you very much. شوهر آیندم هم ایشون هستن. چی؟
مگه من میگذرم؟ خب عمه جان، مهمان ها منتظر هستن. پس چرا عروس داماد دست به دست میدین؟ آقا جان اول بذار من عروس و داماد اصلی رو پیدا بکنم تا بعد. با این ترتیب فکر میکنم من و زنم هم قلابی هستی. حالا با این آبروریزی که به پا کردی جواب مهمونا رو چی بدم؟ ناراحت نشید عمودی، ما ترجیح میدیم که در نهایت سادگی و بدون سرصدا ازدواج کنیم. و ضمناً بر این که عروس دامادم دلخور نشن به جشن خودتون ادامه بدید، ما هم در این جشن شرکت میکنیم. بنابراین دختر تو چی کاره ای؟ منم دختر کلفتشون هستم. چی؟ تو کلفت منیشه هستی؟ تسلیت عرض میکنم. بسه نخور علی جون، عوضش تدیدهای قرمز و پر روغن میخوری. کجا؟ تکلیف منو روشن کن. آهم من دور از دقیقه خود تا می بگیرم مطلب مینو.